Идомаи бахши чеҳраҳои мондагор. Нусратуллоҳ Махсум. Нусратуллоҳ Махсум ҷонфидои миллат. در شرایط جهانی شوی پرابلمه ها از جمله تهدید خطرهای تروریسم، اکستریمیسم، پهنشوی مواد مخدر، جنایت های ترانس ملی و خوف برخورد تمدن ها ما میراث تاریخی و فرهنگی ملتمون را مورد آموزش و تحقیق قرار داده به مردم خود بیش از پیش غایه های انسان دوستی نیاگانمون و ارزش های پرقیمت بشری را تلقین می نماییم. همزمان با این بدین اسلام چون بزرگترین ارزش فرهنگی و اخلاقی خلق خود ارجگذاری نموده هر گونه کوشش های استفاده جویی و دعواهای بی اساس را نسبت به آن محکوم میکنیم. بارها تاکید کرده ایم که دین مبین اسلام در ذات خود عیبی ندارد. برعکس پیروان خود را همیشه به پرهیزکاری از عملهای نامطلوب و ضد انسانی هدایت کرده صلح پروری را رسالت بزرگ ایمانی هر یک مسلمان می شمارد. از این رو آن را با اکستریمیسم و تروریسم عینیت دادن و یا این پدیده های ننگین را با نام پاک اسلام پیوند دادن غلط محض است. اصلا تروریسم و اکستریمیسم پیروی با عقیده و عملیات افرادگرایانه و آشناپذیر است که ماهیتاً خصوصیت سیاسی و دینی دارند. اکستریمیسم سیاسی و دینی کوشش گروه های علاهیده اجتماعی، مذهبی و شخصیت های جداگانه برای به دست آوردن حاکمیت و اجرای برنامه های سیاسی خود بوده، هدف و عاقبت آن بر ضد منفیت های اهل جامعه است. معمولاً این گونه کوشش های خطرناک مقاومت و زوراوری را به میان آورده ثبات جامعه را خلالدار می سازند. در این زمینه شکل های مبارزه آشتیناپذیر و انتقامجویانه اکستریمیسم پدید می آیند که آنها در سیمای تروریسم ظاهر می گردند. از این رو ما تمام شکل های ظهور اکستریمیسم و تروریسم را محکوم نموده پیشگیری و مبارزه بر ضد آنها را یکی از وظیفه های اساسی جامعه خود می حسابیم. ترقیات و تحولات با سرعت جهان معاصر از ما تقاضا می نماید که تاجیکستان را در عرصه بین المللی همچون یک دولت دموکراتی و حقوق بنیاد دنیوی و آباد و باثبات معرفی نماییم. مصالحه ملی ما در تاریخ نوین ملت کهن بنیادمان دستاورد بزرگ و بی‌نظیر است. از این رو هر فردی که خود را فرزند تاجیکستان می داند و قدر و منزلت تاجیکستان را عزیز می شمارد باید به این دستاورد همیشه احترام گذارد و تحکیم وحدت ملی را رسالت شهروندی و قرض فرزندی دانسته به خلالدار گردیدن آن هرگز راه ندهد. وحدت ملی نه تنها اساس آرامی و آسودگی خلق بلکه کفالت انکشاف دولت و رشد همه‌جانبه جامعه می باشد. برای این باید هر یک شخصی وطن پرور و صلح‌خواه در ضمیر خود احساس نجیب وحدت را پرورش و برای تحکیم آن همچون ارزش نادر و عزیز ملی کوشش و تلاش نماید. بگذار وحدت تاجیکان که امروز تحکیم و تقویت یافته است پایدار و استوار و جاودانی باشد. بگذار سرزمین تاجیکستان که واقعا بهشت روی زمین را میماند سرزمین صلح و ثبات ابدی باشد. بگذار تاجیکستان که وطن و امیدگاه تمام تاجیکان دنیاست در قطار کشورهای پیشرفته جهان موقع و مقام شایسته و ارزنده پیدا نماید. در اینجا بخشی چهره های ماندگار در باب نصرت الله مخصوم جان فدای ملت به پایان رسید. شما را در نشرهای دیگر به روزگار و کارنامه شیرینشاه شاه تیمور طلوع آفتاب ضیابخش آشنا خواهیم کرد.